پس از دادن رأی تایید اعضای مجلس سنا به فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی، زمینه برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی فراهم شده است. معاون مجلس سنا میگوید که کمیته مختلط از هر دو مجلس هفته پیش رو کار روی فرمان تقنینی رئیس جمهور را آغاز خواهند کرد. کمیسیون مختلط مشترک قرار است که در اوایل هفته پیش رو اونا نشست خود داشته باشه، سرنوشت نهایی از قانون معلوم شوه. مکتوب رسمی از طرف مشان به ما مواصلات نکرده که چه تعدادی را به حیث هیئت مختلط یا معرفی کردن. هرگاه امروز یا تا روز شنبه را از طرف مشان که هیئت مختلط بر ما معرفی شوه، کمیسیون مربوطه هم تعداد افراد به تالارومی معرفی میکنه، بعد از اخذ رای از طرف تالارومی یا کار خود آغاز میکنند. بر اساس ماده 100 قانون اساسی کشور، کمیته مختلط از هر دو مجلس شورای ملی باید روی این قانون بحث کنند و سرنوشت آن را مشخص سازند. در صورتی که این فرمان از سوی کمیته مشترک تایید شود، به توشی رئیس جمهور محول می شود و رای قانونی برای آغاز به کار کمیته گزینش و اصلاح نظام انتخاباتی انبار خواهد شد. امیدوار هستیم کسایی به این کمیسیون مشترک معرفی شوند که روحیه تاییدی را داشته باشند و این فرمان تقنی تایید بکنند. اما اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی کمیته مشترک هر دو مجلس شورای ملی رد شود، باورها بر این است که روند اصلاح انتخاباتی یک بار دیگر با بنبست مواجه خواهد شد. ولی اگر در صورتی که این فرمان به نتیجه نرسیم در هیئت مختلط، ایمه دوم بار به دو سلس ولسی جرگه در صورت تقاضا میکنه که باید ولسی با دو سلس تصمیم قبلی خود تایید بکنه. نهادهای ناظر بر روند انتخابات بدین باورند که در صورت رد فرمان تقنینی از سوی کمیته مشترک هر دو مجلس، رئیس جمهور میتواند پس از رفتن اعضای شورای ملی به تعطیلات تابستانی فرمان سوم صادر کند و پیش از برگشت نمایندگان مورد اجرا قرار دهد و اصلاحات انتخاباتی را به میان آورد.